سلام به زیربنا خوش آمدید. در مورد چالش های بازرگانان افغان برای گرفتن ویزی چین با مهمانان صحبت میکنم. حاجی ابو عبید رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت از کابل و آقای فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع هم از کابل با ماست بحث میکنیم. مهمانان بسیار زیاد به بحث خوش آمدید. آقای عبید با شما آغاز بکنیم. چقدر وقت شده که چین به شما ویزا نمیده؟ سلام علیکم سر. سلامت باشه. سوال مرا گرفتین آقای عبید؟ گرفتیم سر. تقریبا 18 ماه میشه که برای ما تمام تاجرها مملکت چین که ملک دوست ماست ویزا نمیده. تاجرها به بسیار مشکلات روبرو هستند. او دیگه ما بسیار هر تپ و تلاش خود کردیم، متاسفانه که تالی برای ما جوابی مثبت داده نشد. چرا دلیل چی بوده؟ چی برای شما گفتن؟ زمانی که شما اقدام میکنین برای گرفتن ویزا و این طرف هم وضعیت سرمایه گذاریتان خوب نیست، چی میگن؟ جوابشان چی است برای شما؟ جواب حسین وامی مرض وبای کرونا است که در تمام مملکت پخش شده. چین باز بسیاری چیز قید و بست کده. باز هم ممالک همسایه ما که پاکستان است، ایران است، امارات است، هند است و یا ترکیه است، بیا ممالک کل گیره ویزه میتا. برای ما میگه که کرونا سویتر است، سویتر است. و خواهد تالی برای ما چیز کرونا را گرفته بود که مشکل کرونا است. حال فضل خدا است واکسین کرونا ما آمده و افغانستان از چین نوبت که ما را جلتر ویزه میتا. در این 18 ماه شما به کجا رفتین؟ کدام درها را تک تک کردین؟ آیا به وزارت تجارت و صنایع رفتین؟ مشکل را در جریان گذاشتین؟ پاسخشان چی بود آقای عبیدی؟ سلام علیکم. بیادر چیزی ما یک خانه را نماندیم که ما نرفته باشیم. باز خانه امی اتاق تجارت ما آباد باشه. یک اتیما بسیار همکاری کده که یک دفعه در وزارت خارجه کنفرانس گرفته شد که سفیر چین هم خواسته بود. وعده کرد که شما انشاءالله ویزا میتیم. مگر هیچ باز جواب پاسخ مثبت داده نشده. بسیار خانه جای رفتیم، سفارت رفتیم، وزارت خارجه رفتیم. تجارت هم باید که خبر باشه. مگر غمی ما هیچ کس نخورده. تاجرای ما کلگی در ایران افتیده است، در ترکیه افتیده است، در دوبی افتیده است، در پاکستان رفته، اونجا اقامه گرفته. این هم یعنی سی نفر ما در ایران چل روز پینجا روز تیر که در اقامه را گرفته مگر ویزه برش نداد. گفت که شش ماه بعد شما را میتیم. همی تاجر افغان درست. در این 18 ماه چی بر سر سرمایه گذاری شما آمده آقای عبید؟ خسارات خسر بسیار زیاد آمده. اگر بگویم که 100% تجارت ما در 30% 40% رسیده. او جسیب که از ما دختر داریم، خانه داریم، منشیا داریم، یا کل اگر از پیش ما تکس میگیره، مالیه میگیره، معاشا میگیره، کرایه را میگه که بیادر پیسه روان کردی کرایت خانه تا سرگانی کلای تو سمین دازیم که امی تاجر افغان بسیار دیگه مشکلات روبروی هست. او توانا خود دیگه سیب این قدر توانا ماده که بلکه و بمیجونه با تاجر افغان رسیده. آقای عبید، حکومت میگه به ویژه وزارت تجارت و صنایع، اونا میگن که این مشکل را در حال حل ساختن است، اینا رسیدگی میکنن. آیا رسیدگی کردن؟ تا حال خود نقد است خود میگه میمایی که هر وقت داره عذاب برای پاک است. این میالیم سه بیا کوشش کنه پیش خود سفارت این چیز میکده که شما واکسین نکدی. نمیالی دمی روزا سفیر سه بی چین قایم سه بسیار همکاری کده. مکتوب از وی جروان کده با سفارت چین و با وزارت تجاره خارجی ما شما که باید که واکسین وانه شوه از یک جای و بریا ویزه داده شوه. و تعلق بر ما کدام جوابی مثبت داده نشده است. نیا از تجارت، نیا از خارجه و نیا از سفارت. درست. اجازه بدید روی سرمایه گذاری تان صحبت بکنیم آقای عبید. چی تغییر کرده در این 18 ماه؟ هرچند شما بگیم که سرمایه گذاری ما از 100 به 40% آمده. اگر میشه بگوین که در قسمت این سرمایه گذاری چقدر شما ضرر کردین، چقدر وارداتتان کاهش پیدا کرده و با چی مشکلات شما روبرو هستین؟ اگر مشخصا واضح بگوین. مشکلات خصوصا با اول مشکل نمیست که ما
کدام اعتبار و کدام چیز که در چین داره چیزی ما شما رو خوشی خبر هستیم که افغانستان یک ملک غریب و بیچاره است دمو جدم 10 سال 15 سال 20 سال ما کدام اعتبار و کدام چیز پیدا کرده بودیم و ما از دست دادیم واسه ما می خواهیم یک چیز و برای ما دیگه چیز روان میکنه چرا که ما خودم دنی او جنیستیم اینجا که بیاریم سه با سرمایه ما کل گینس به نسب پیسی خود ما را نقد میکنه ما با می ملک خود مالی میتیم محصول میتیم تکس میتیم هر چیز میتیم یا کی نه که او گپار با شما پرسان کنه از ولت مالیه که ما چقدر تکلیف دارم را پسان باسات گفتیم خود میخ صاحب ما دا می چقدر که کاروبار ما صاحب 30% 40% رسیده همه قدر صبر سرمایه ما را به 40% رسیده درست فرق این تجارت که حالا شما ویزا می گرفتین می رفتین از چین مال می آوردین در خاک افغانستان حالا فرقش این که مثلا شما نمیرین یا از طریق آنلاین سفارش میدین در چی است آنلاین خصوصی که خودت نباشی در بازار ببینین که ما یک تو چی می خری باید که همو دیزاین بدل میکنم چین خصوصی تو یک مملکت است که ما در دارو 5 ماه 3 ماه 4 ماه یک دیزاین خود تبدیل میکنه تو که مال 10 سال 2 سال و 3 سال پیش میاری اینجا بسیار تاوان میکنه ما مجبور هستیم که همون چیز رو روان کنه و مو چیز کنه و جواز که بیاره می پیسی خود نقد نمیکنه دیگه به کل اگه تاوان به تاجر است و تاجر که تاوان کرد به مملکت تاوان است در دمی دیگه سرمایه کل اگه ما شما از بین میره چقدر تغییر کرده زمانی که مثلا شما میرفتین مال میگرفتین مال میاردین خودتان ویزا میگرفتین حالا مثلا آنلاین فرمایش میتین چقدر ضربه زده به اقتصاد شما به سرمایه گذاری شما چقدر ضرر کرده ما سر برای خود شما خود گفتی که تاجری رخت هستیم یعنی که ما 100 کانتینر می آوردیم حالا 20 کانتینر ده 25 کانتینر ده 30 کانتینر کاروبار ما داشت حالا تفاوتش در چی است چقدر ضرر کردین آقای عبید منظورم پولی که شما ضرر کردین در این 18 ماه بیشتر از یک سال میشه یک نیم سال شما در این یک نیم سال چقدر ضرر کردین پولی یعنی پولی خو سه باغ بگویم که کل گی تاجرای سم کرد با میلیون ها رو پتاوان کرده چرا که یک ماه نیستیم سه دمی کل گی افغانستان است حال 90% تجارت ما از 85% تجارت ما از مملکت چین است رخت است پرزا است سولار است چیزی که بگوی در افغانستان که چیز میبینی اگر ما شما با جان خود سیب کنیم همین نصف چیزی ما شما از مملکت چین است دیگه که کار و مال مال نبیا خاطی ما تاجر خساره میکنه مال به وقت موقع نمیرسه ما مال میخواییم به زمستان میرسه به تابستان باز او پیسی خود نقد میکنه تاوان میکنه دیگه خساره بسیار به میلیون ها روپه به تاجر رسیده درست زمانی که شما مثلا رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت هستین آقای عبید در این همین زمانی که رخت آنلاین شما فرمایش میتین و او را میگین که با 1001 مشکل او را بعد اسم میارین چقدر در قیمت ها تفاوت آمده آیا قیمت ها افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده چقدر در جنس ها تفاوت آمده آیا جنس ها با کیفیت میان یا بی کیفیت میان اگر اینا رو میشه بازی بگن تو یقین بکو سیم که ما می خود برمیگیم که ما تقریبا 5-6 کانتینر رخت مردانه را گرفته بودیم او جا کمی بازاری جزا خوب شد او جا برای ما گفت که 10 سنت 15 سنت برای ما زیاد بیتی اگر این مال برتروان نمی کنیم اگر ما خود می بودیم خواب او جا مال خود بسته می کدیم روان می کدیم و موقع می رسیده همی تو هزارها می چی تاجر کس همی تو کتش کده مردم چین سه بی تو راست که روی بروی بودی هر چیز کت میکنه که چشمت پناه بودی گا هم چیز دلش خواستی گا مو برت روان میکنه که ما روان که تو خواستی یک چیز رو روان میکنه دیگه چیز باز همی خسارش به تاجر میرسه درست قیمت هاش چقدر تفاوت کرده آقای عبید یعنی سب که ما وقت می رفتیم دمی یک گز کش نباشه دا 15-20 افغانی 30 افغانی همی تو بیران شده که خودت نباشی بجا که خودت بری یک جای دو جای سه جای میبینی کدام جای مال واردار بود و فدید بود امور میگیری مال ما سب نو جور میکدیم سر فابریکا و سر دیگه و سر دیگه مگر متاسفانه که ما مال خودمون جنیستم همین کلا گی تاجرا کی جا باشی سب خو مجبور اسی اب کتم یک نفر کی تو رفیق تا سی تو معامله دار تاس و نمو از و نمو میخی اب یا چیز کی بود و چیز کی برتروان کا دیگه میخی دیگه تو مفاد کی ما پیش میکدیم مالی نیستم بسیار حالا در این 18 ما آقای عبید چرا این مشکل ویزی شما حل نشد؟ دلیل کلان که نزد شماست او چی است؟ گذاشته از موضوع دلیل کلان سه کل اگه گب دمی کلانه مملکت ایم هست گب راست باشه
از رئیس صاحب جمهور گرفته، از وزیر صاحب خارجه گرفته، وزیر صاحب مالیه و تجارت کمی چیز که در تجارت دخیل است، این همی کل اگه صاحب بپروایی ازی است. همی هر چی غم که سر با سر تاجر است، یک جای صاحب مال محصول کنی، دا جای دیگه سر تکلیف و زحمت میکشه، بسط بنا مال بیاری، اینجا که در ملک رساندی، دیگه امو رقم هست که خود نباش مال امو رقم هست دیگه توانه هست به میلیون ها رو با تاجر افغان هستی ده گب کل اگی دمی کلانه ما هست دمی مملکت ما هست دمی سربراه ما هست باید که نبی آقامی مردمی تاجر خود بخوره همی یک تاجر سیب در مملکت مانده اگر همی تاجر سیب نباشه و خودت ببینی کدام مالی و کدام محصول کدام تکس دیگر ما شما داریم همی ملک خارجی خوب بودوان بخیر رفت و میره اگر ما شما خو میمانی باید کمی یک تاجر است همی رسی سپورت کنیم خوب صحیح کمی ملک ما شما با پیست عدش و همی کار بر تاجر مون یک سنتکار است یک تاجر است همی دو سیب که در ملک نباشه خو ملک تباه میشه یعنی شما میگین که در این 18 ماه حکومت حتی کوچکترین گام را هم به خاطر حل چالش ها نبرداشته نی؟ هیچ ما از یک چیز نه همی قدرم برای ما کس نگفته که برو سو میشه یک سال بعد میشه دو ماه سال میشه. ما خودم میگردیم تو خودت سیا که ما 30 و 40 در ملک ایران تیر میکنیم اوج اقامه گرفتیم 10,000 دلار ما رفت اوج یک نفر پیسی ما خر شد علی وزا که با سفارت چین دادیم گفت که برو بیا 6 ماه کورا شد بعد از تمام دمت نه که تو وزا بیتم ابی تو به دبی رفت و جم گفت که 6 ماه بعد بیا ابی تو به ترکیه رفت و برش می گفت به ما که وا میتا برای ما غوانا نمیت اگه ما قدر یک سر داشتیم یک کلان داشتیم یک غپور خود داشتیم خو غمی ما را میخورد همی تاجر هستی هم که یه چیز عزت نمی ملکی ما شما نداره اگر عزت تو چیز می داشته با همی غمی از یار همی خورد دیگه ما ملکتا را ببین که با تاجر همی امریکا همی دیگه ما مالک با ملکی با تاجر خود چی قدر کمکا کد با سنتکاره خود چی قدر کمکا کد مگر متاسفانه برای ما هم یک وزه کلانه ما را نمی گیره درست شما میگین که حکومت در 18 ماه هیچ کاری نکرده ولی وزارت تجارت میگه که ما تلاش میکنیم این چالش ها حل شود ولی ادامه همچنین یک وضعیت پیامدش چی میتونه باشه برای تاجران آقای عبید؟ آخر سر بنامی است که ما مجبور میشیم کمی سرمایه خود و کاربار خود دیگه جا بسته کنیم و برم دیگه ملک خارج چرا که او جا تاجر خود مسئولیت میتونه برای ما مسئولیت نمیتونه ما مجبور میشیم کمی چیزی داشت و نداشت چیزی رفت و چیزی تاوان شد او چیز اگر داشتیم بریم یک طرف دیگه آخری چیز برای ما میمانده تاجر خوب خود سیب برای خود شما معلوم است برای کل اگه کلانه رهبر دولت معلوم است که تاجر در چقدر مشکل است اختطاف میشه زدن میشه بیا میشه سو استفاده از پیش میشه در راه خزیز ناجهز گرفته میشه از پیشش و با می چه قدر مشکلات و با می چه قدر چه تکلیفات را میکشه باز هم با می ملک خود یک چیز نی یک چیزی وارد میکنه اگر می وارد چیز نباشه می ملک ما شما به کجا میرسه ما شما خود ملک خودی چیزی نداریم درست آقای عبید من میخوام یک چیز مشخصا پرسان بکنم که ما قرار بود آقای فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع را داشته باشیم اما بنابر مشکلات نشد که اونا رو با خود داشته باشیم ولی من میخوام مشخصا از شما بپرسم که حکومت میگه ما تلاش میکنیم چالش را برطرف بسازیم حالا 18 ماه گذشته شما میگین که ما سار ضرر کلان کردیم حکومت نمیتونه یا نمیکنه این باید مشخص شه آقای عبید سب بلند په پختو به درته وایم چې بعضی ورونه نورې دي موږ پرون سه اتاق تجارت ته سپتري وو کور دې مهدیونس موباند او د سلطان محمد صافی صاحب چې ماوینین دی اتاق تجارت دی هر وخت موږ سره منډي وهلي تکلیف یې کړی ده دوی وزارت خارجه ته ټلیفون کړی ده سفارت چین ته یې کړی وزارت تجارت ته یې کړی ده دوی ټولو سره ارتباطات نیولي دي چې موږ نور د تجار په تنګ راوستي او موږ ته دوی ته د ویزو پروګرام جوړ کړي اخر اوس دوی نو هلې ځلې هم شروع کړي دي تورېږه د هفتې یکشنبې ورځ ته چې موږ ته دې کومه وعده راکړي په عمل کې موږ سره وزیر رات راکړي که نه راکړي که چېرته دې موږ سره کومک وکړي حتما کېږي ولې نه کېږي کوم کار به یې څه ونشي بیا وزه خو صاحب دوست یو ملک سفیر دلته وي یې تا سفیر هلته وي نو دغه سفیران دې څه په نامه دي او څه شي دپاره دي خو د همدې دپاره چې تجارت ته او د مشکلاتو ته یو سهولت یو لاره پیدا کړي نو موږ غواړو د خپل حکومت نه که مخکې نه یې کړي صاحب چې اوس بهله دې موږ ته عجل هغه راکړي که دینه بیا غوري سی وی که موږ نه خونه سی موږ خالي ځلې سی بار خواته کړی و چانه درا کړی ده خو دینه خواهش کوي چې درا جل موږ ته دی وځو بار کې کوشش کی سره خیر کی درس آقا باید ما میخوایم یک نکته دیگر هم پرسان بکنیم که شما در بخش از حرفایتان گفتین
که تاجران میتونن به دبی برن، به کشورهای دیگر برن بجز چین، تاجران افغان. آیا تاجران کشورهای دیگر به چین رفته میتونن یا این محدودیت تنها به شماست یا این محدودیت عمومی است؟ چون که شیوع ویروس کرونا از ووهان چین بود. سب دی ټول مملکتونه د امغه نفر سب چې تریم دی ایران ته، ترکیه ته، دوبی ته، پاکستان ته، د امدی وزو په خاطر تری دی غوته ورکی. هغه ټول مملکتونه چې چین ته وزیر ورکی، سر په افغانان ته نه ورکی، په افغانستان کې نه ورکی. زمونږ افغانان ملګری هم چې تری دی، اول په ورځو کې څو نفر ته دوبی کې ورکړي، یو څو ته په ایران کې ورکړي، یو څو ته په ترکیه کې ورکړي. اوس یې هلته صاحب هم بدې کړي، اقامه هم چې واخیسته د ملک اقامه به اخلي ته، لکه طبیعت چې دغه ملک اخلي. بل هغې نه به تا ته شپږ میاشت نه بعد به تا ته ویزه چین درکوي. هغه معلومه نه ده چې درکوي که نه درکوي. نو موږ سه بیا هم د تاسو د لارې نه په مشرانو باندې غږ کوو چې د افغان تجارانو غم وکړي، خصوصا اول په اول کې د چین د ویزو چې دې سره ډېر غټ ټول تاجر مخامخ دي. و این موضوع نشان دهنده ای نیست که چین نسبت به تاجران افغانستان بی علاقه شده آقای عبید؟ والا سم ما خو می خایم که چین یک مملکت همسایه ما است، دوست ما است. د می تاریخ سه با افغانستان کدام ضرر نرسنده، باید که پیدا شم و وجی شم اول با افغانا بیتا. مگر متاسفانه که وی ما نمی پاویم که د ملک د کارانای ما گپا، د تاجرای ما کدام نقص است. اگر کدام نقص بود با ما خو می گفت که شما واکسین چینی را نکدی، ایره برای ما سفارت چین بنا میکده. حالا خو واکسین چین ما آمده، مردم تطبیق هم کده، دیگه باید که ما رو ویزا بیده. درست، ولی شما گفتین که تاجران کشورهای دیگر میتونن برن از چین کالا خرید بکنن و به کشورهایشان وارد بکنن، تنها این محدودیت برای تاجران افغان گرفته شده. به نحو شما هم گفتین که حکومت در این قسمت کوتاهی کرده، نمیکنه. اگر خواسته باشه توان از ایره داره. شما گفتین که یک کنفرانس گرفتین، در اون کنفرانس، کنفرانس خبری، سفیر چین هم بود. چی تغییر کرد از اون کنفرانس به این طرف؟ هیچ کدامی تغییر نکرد. همین چیزی که بود سه و همون چیز هست. نه 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 به کس ویزه داد، نه مارم نوشته کدن. همین خود سفیر گفت چند نفر که به چینایی میفهم فهمید، به انگلیسی میفهمید. خوب مرکت خود یادداشت هم گرفت که شما بیاین، شما ای اسناد را جور کنین. تقریبا به سر ما 4-5 شرکت ها را اسنادایش جور کردیم، در اتاق تجارت ها، در سفارت چین ها، در وزارت خارجه به کل گروان کردیم. مگر هیچ کس غمش نخورد او نگبر کس ویزه گرفته. اگر ملک بخوایا، اگر کلانا بخوایا، میشه میشه، چرا نمیشه؟ ولی آقای عبید، زمانی که تاجران قرار باشه یا به نحوی هر شهروند افغانستان قرار باشه به کشور دیگر بره، باید حداقل یک تست ویروس کرونا را انجام بده. مشخصا از شما چی میخواد چین؟ میخواد که شما واکسین ضد کرونا را بگیرین یا تست پی سی آر و تست کرونا را بگیرین؟ چی میخواد مشخصا؟ گزینه هایی که روی میز شما گذاشته چی از چین؟ واکسین خوصه به می خواهی که واکسین باید بکنیم. هر کس که خارج رفته به ایران، به دبی، به پاکستان و به ترکیه، او جا خواتمی واکسین میشه. چند نفر دادم، یک پنج نفر، دو نفر از یک مملکت میتر دیگه، او جا سه به صدها نفر وانا میره باز دو جا. او جا که بره و اقامه و ملک بگیره، باز برش بانه میکنه که نه شش ماه باز شما را چیز میتیم. مسخد یه صرف تفاوت و چیز از افغانا او از دیگه مملکت است. دیگه چیز نیست، صرف بندیز و چیز سر افغان است. یعنی شما میگین که نسبت به افغان ها عقده‌ای برخورد میشه و سلیقه‌ای برخورد میشه نسبت به کشورهای دیگر؟ دیگه ما نفهمیم که دیگه چی نیتوا داره، چی مطلب داره، چی مسئله داره. خود دیگه را میتو ما را نمیتو، شاید همی گب باشه، دیگه کدام گب باشه، دیگه بایش با مربوطی وا میشه که دو چی مقصد مطلب داره. درست. اجازه بدید دوباره برگردیم. ای که تا هنوز شما گفتین حکومت کوچکترین گام را بر نداشته، دلیل چی بوده که بر نداشته؟ آیا تاجران را به عنوان کلک ششم میبینه میشماره یا نه اصلا نسبت به تاجران ارزش قائل نیست؟ سبیج با تاجر با ارزش قائل میشد، ای اتمی غمیش میخورد، اتمی غمیش میخورد. ای اگر یا سه کنه فکر کنه که میایدیش از امی تاجر چقدر است او دیگه چیزا چقدر است،
خب مگر نمیفهمیم دیگه که یا چرا ایتو میکنه اقلا نمی دل ما را خود چیز میکد که بیادر یعنی ما خود تکلیف خود کشیدیم به سفیر آوردیم هزار کردیم به وزارت خارجه ای با نبر ما میکنه همین چیز ما خود مردم خود میگفتیم که بیادر یعنی مشکلی ما شما هست مشکلی بلکه ما شما هست مشکلی کرونا هست همین کرونا خود همین کلی که مملکت از افغانستان کرده دیگه ما دیگه مملکت ها کلی که زیاد بوده مگر وارا میتن ما شما را نمیتن بحث بکنیم که آقای عبید در 18 ماه قابل درک است که شما سال با مشکل مواجه بودین در قسمت واردات و شما گفتین که ضرر بسیار کلان کردین حکومت همکاری نکرده چین هم به نحوی سلیقه‌ای برخورد کرده حتی یک تفاوت بسیار کلان بین تاجران کشورهای دیگر و افغانستان وجود دارد و چین به نحوی نادیده میگیرند تاجرای افغانستان را اگر خوشبینانه بحث بکنیم که به زودترین فرصت این چالش حل شود هرچند 18 ماه میشه که چالش حل نشده و یک معضل بسیار کلان برای شما شده حالا اگر خوشبینانه بحث بکنیم این چالش حل شود برای شما ویزه داده شود چی تغییر میکنه؟ سب تغییر بسیار کلان میکنه چرا اگر میشه هم مشخصا بگنیم شما... یک سه موردی که بسیار سب... کلان رخ به تب تغییر منظورم چی است اگر بگوین آقای باید یا خوصی بینمی است که اگر ویزه ما را بیتا همین دوستی افغانستان او چین دیگه هم پخته میشه چرا که یک همسایه ماست دیگه ملک ما بسیار با یک مملکت قوی و همسایه و نزدیک ضرورت داره چرا که ایجا ما بسیار کانا و مادانه داریم دیگه کت ما کاری کنه ویزه بر ما تاجره ما را بیتا حالی اگر ما کاروبار خود بند کنیم کتی چین اگر ویزه نتا ما مجبور هستیم ما کاروبار خود با یا طرف هند ببریم یا طرف ترکیه ببریم یا طرف ایران ببریم ایتو نیست که اجناس دیگه ممالک چینه میشه صرف در چین یک ذره سهولیت بود ارزان بود مردم ما شما غریب است و مردم بنافع مردم افغانستان تجارت ما بود کتی چین اگر این چیز نکرد آخرم جواب نتا که بیاد در ما تجارت کردی چین کنیم ما مجبور هستیم که دیگر طرف بریم که دیگر ما مالک کاروبار خود شروع کنیم درست ولی چین ویژگی داره که ما باید تلاش بکنیم این مشکل حل شود و اهمیت داره آقای عبید که ما تلاش بکنیم این مشکل با چین حل شود و از چین واردات داشته باشیم ویژگی چین چی است؟ میشه سب میگه وزارت خارجه ما همی خصوصا از خود رئیس جمهور سب ما تقاضا میکنیم از وزیر سب خارجه چی میکنیم از وزیر سب تجارت ما که کاروبار ما کتی تجارت کتی وزیر سب تجارت است مگر متاسفانه یک روز پیش ما کتی وزیر سب تجارت از رای یک برادر خود چیز گیرلین گرفته بودیم باز او وعده داد که ما کوشش میکنیم ای بیاین ما کار میکنیم ما هم یکی بینم یالی بکنین خیر است همی وزیر صاحب خارجه بکنه همی دیگه کلانه بکنه خویزه برای ما مردم بکنه سهولیت بسیار است به مردم اگر نکنه خو مردم همی تو در مشکلات روی بروی است و مجبور است که طرف دیگه بروا اگر چی بسیار پیسه دار است بسیار چیز است خو مردم افغانستان باز یک حیثیت و عبرو دار اتقونه میشه که تامر بروا میشه یعنی شما با وزیر وزارت تجارت و صنایع دیدین روی همین موضوع آقای باید جزئیات این دیدار چی بود؟ خود چی گفتن؟ در کنار از اینکه وعده دادن یا به نحوی گفتن ما رسیدگی میکنیم دیگه چی گفتن؟ خودم صرف ندیدم که تیش ما یک رفیق ما بود از اتاق تجارت اینگرار از توسط از او که تیش رابطه گرفتیم بعد وزیر صاحب خارج نرفته بود خدا شاهد است که برای ما وعده صحیح داد که بیاین ما انشاءالله غم شما را میخوریم کار وزه برتان میگیریم سفیر چین بخواییم و تالی باز خدا مطلع برای ما نرسیده و جسیم و خیر ما در خارج است تشکر. و خیر باز هم ما از هیچ کسی هم گیله نمی کنیم اینا میالیم سر وقت است کردیم برای ما کتی ما کار برای ما کار کنه وزارت تجارت وزارت خارجه سفارت چین سفارت افغانستان در چین از افغانستان او سفیر صاحب بسیار همکاری کرده کتی ما ممنون دیگه از پرده که ما میخواییم که همین مشکل ما شما را حل کنیم بسیار زیاد تشکر آقای عبید ممنون که وقت گذاشتید امیدوار هستیم که چالش حل شد و ویزی چالش که حالا برای گرفتن ویزه از چین وجود داره حل شده و این سرمایه گذاری که حالا صورت گرفته بین افغانستان و چین تاجران ما که واردات صادرات دارن از بین نره و اکنون هم نرخ اسعار
نرخ طلا. ممنون که بیننده زیربنا بودید. بدرود.